سلام دوستان عزیز بیننده، خیلی خوشحالیم که در برنامه کتاب مقدس پاسخ می‌دهد در خدمت شما عزیزان هستیم و همراه برادر بسیار عزیزم جناب دکتر ساسان توسلی. خیلی ممنونم عزیزم، خوشحالم که میتونیم دوباره با هم دیگه برنامه داشته باشیم. خواهش میکنم. من سوالات بینندگان خیلی سریع میخونم و شروع با هم میکنیم. سوالی یک بیننده عزیزمون برای ما فرستادن، ایمیل کردن که اون رو برای شما میخونم و شما به همراه هم دیگه اون رو پاسخ خواهیم داد. وقتی خداوند میفرماید، طور شروع میشه، وقتی خداوند میفرماید همسایه‌ات را دوست بدار، آیا شامل بی ایمانان نیز می شود؟ البته من با این واژه زیاد چیز نیستم. کسایی که پیرو به عیسی مسیح هستند، عیسی مسیح بهشون فرمود که همسایه خودتون رو محبت کنی. حالا این همسایه کیه؟ از درس سوال واسم جالبه که به نظرم شاید این دوست عزیز مشکلی داره با همسایه‌اش و همسایه‌ای که شاید مسیحی نیست، میخواد بگه آقا من باید اینم محبت کنم یا این چون به ایمان من ایمان نداره میشه از این بیخیال گذشت. سوال بسیار مهمی هم هست و تقریبا با همین طرز فکر، با همین روحیه، 2000 سال پیش یهودی ها، فریسیان قوم یهود، از مسیح همین سوال رو کردن: همسایه من کیه؟ و با هم بخونیم. رضا جان، من از تو میخوام که واسمون لطفاً بخونی داستان سامریه نیکو، یکی از زیباترین داستانهای عیسی مسیح، داستان بسیار مشهور، و لوقا فصل 10. لوقا فصل 10. و برای اینکه یه کانتکستی بدیم به داستان اینکه همسایه کی هست، خوبه که یه مقدار داستان طولانی تر بخونیم. از آیه 25 واسمون لطفاً شروع کن که قشنگ بفهمیم مسیح با این تعلیمش داره به ما چی میگه با این داستانش. از ترجمه انجیل شریف، بنده هم ترجمه تفسیری دستمه، با هم دیگه این ترجمه ها رو نگاه میکنم. انجیل شریف لوقا فصل 10 آیات 25 و بعد برای شما قرائت میکنم. میفرماید که روزی یکی از معلمین شریعت آمد و از راه امتحان از او پرسید، یعنی از عیسی مسیح پرسید: ای استاد، چه باید بکنم تا وارث حیات جاویدان بشوم؟ عیسی به او فرمود: در تورات چه نوشته شده؟ آن را چطور تفسیر میکنی؟ او جواب داد: با تمام دل و تمام جان و تمام قدرت و تمام ذهن خود خداوند خدای خود را دوست بدار و همسایه‌ات را مانند خودت محبت نما. عیسی فرمود: درست جواب دادی، این کار را بکن که حیات خواهی داشت. اما او برای اینکه نشان دهد آدم بی‌غرضی است، به عیسی گفت: همسایه من کیست؟ عیسی چنین پاسخ داد. یک داستانی رو عیسی مسیح براشون میگه. مثلا سوال همینه: همسایه من کیه؟ حالا میخواد ببینه همسایه‌اش کیه، چه کسی رو باید محبت کنه. مردی که از اورشلیم به اریها میرفت به دست راهزنان افتاد. راهزنان او را لخت کردند و کتک زدند و به حال نیم مرده انداختند و رفتند. اتفاقا کاهن که از همون روحانیون یهودی بوده، کاهنی از همان راه میگذشت، اما وقتی او را دید از طرف دیگر جاده رد شد. همچنین یک لاوی با آن محل رسید، اون هم از همون روحانیون بوده، و وقتی او را دید از طرف دیگر عبور کرد. پس از آن یک مسافر سامری به او رسید و وقتی او را دید دلش به حال او سوخت. سامریان در نظر یهودیان آدمای چیپ و پستی بودن، اصلا آدم حساب نمی کردن اونها رو. ولی همون سامری میره و این مجروح رو میبینه و دلش با حال اون میسوزه. نزد او رفت، زخمایش را با شراب شست و بر آنها روغن مالید و بست. بعد او را برداشته سوار چهارپای خود کرد و به کاروانسرایی برد و در آنجا از او پرستاری کرد. روز بعد دو سکه نقره درآورد و به صاحب کاروانسرا داد و گفت: از او مواظبت کن و اگر بیشتر از این خرج کردی، وقتی برگردم به تو میدهم. بقیده تو، کسی که ازش سوال کرده بود، عیسی مسیح به اون میگه که حالا به عقیده تو کدام یک از این سه نفر همسایه آن مردی که به دست دزدان افتاد به حساب میآید؟
از اون سه نفری که از کنار این مجروح رد شدن، یه کاهن، یه لاوی و یه سامری. و یک سامری. حالا میگه کدوم یک با این شخص نسبت همسایگی داره؟ شخص جواب میده که اون کسی که به اون ترحم کرد. عیسی فرمود برو مثل او رفتار کن، تو هم مثل اون شخص سامری رفتار کن. پس حالا اگه بخوایم از این داستان استفاده کنیم برای سوال جواب این دوست عزیز، چی باید بگیم؟ آیا باید به همسایه هایی که پیرو مسیح هم نیستن محبت بکنیم؟ خب طبعا همه جزء همسایه حساب میشن. واسه من یک چیز نکته جالب این داستان مسیح اینه که مسیح سوال این شخص معلم یهود میگه که همسایه من کیه؟ جواب مسیح اینه که تو چه نوع همسایه‌ای هستی؟ کدوم از اینا همسایه بود برای این مرد بدبخت؟ به جای اینکه بپرسی کی همسایه من حساب میشه، تو چه نوع آدمی هستی خودت؟ و خیلی اینطوری برداشت میکنن که همسایه ما نه فقط کسی که دیوارش بغل خونه ماست یا تو محله ماست یا تو کوچه ماست، همسایه ما هر کسی که ما بتونیم کمکش بکنیم. هر کسی که من بتونم کمکش بکنم همسایه منه. و جواب مسیح اینه که اینقدر سوال نکن کدوم ها همسایه حساب میشن کدوم ها نیستن. تو خودت همسایه هستی برای نیازمندان، تو برو به اونها خدمت کن. من رضا سالها پیش وقتی که زلزله بم اتفاق افتاد، این افتخار رو داشتیم که با یه سری گروه های مسیحی آمریکایی بریم بم و خدمت کنیم. که اومده بودی. آره، چند نفر پزشک بودن، پرستار بودن، دندون پزشک بودن، مهندس بودن، روانشناس بودن که من خودم مترجم بودم چند روزی برای یه روانشناس که با افراد مشاوره میکرد. افراد خب خیلی ضربه خورده بودن توی اطراف دهات بم و خیلی وقتای شیرینی داشتیم تو این صحبت‌ها با مردم. و یادمه که عزیزانی که پاسدارایی که دور کمپ ما آمریکایی‌ها بودن و میپاییدن و این حرفا، خیلی اول مشکوک نگاه میکردن که این خارجی ها اومدن، اینا مسیحی هن، اینا چیکار دارن میکنن اینجا. و حتی یه گروه های دیگه هم بودن از مسیحی های بپتیست، یه کمپ دیگه، غذای گرم درست میکردن به هزاران نفر هر روز میدادن. برای جاسوسی که نرفته بودن همین، خیلی ها با این شک آها اینا اومدن تبلیغ بکنن، اینا تبلیغ اومدن به قول خود شما که تبلیغ نداریم، ولی اون برداشتی که دوستان ایرانی دارن تبلیغ بکنن، حرفی بزنن، جزوه بدن، کتاب بدن اینا. و واقعا ما هیچ کدوم از این کارا رو نکردیم. بهشون هم خیلی گفتیم که آقا ما اینجا نیومدیم کاری بکنیم به غیر از خدمت کردن به زلزله زدگان بم، با هیچ نیت پشت پرده، حالا بیا یه جزوه رد کن، حالا بیا یه حرفی بزن، یه بشارتی بده. نه، ما اومدیم به انسان‌ها کمک کنیم و خدمت کنیم. و مدت‌ها طول کشید تا این سوء زن یا این دید بعد برداشته شد. ولی چیزی که یه اتفاقی افتاد توی اون کمپی که ما بودیم، البته من موقعی که این اتفاق افتاد من خودم نبودم، بعداً شنیدم از مسئول پاسداران اون محل خودش، یعنی اینقدر تحت تاثیر قرار گرفته بود که این رو به همه میگفت. یه شخص آمریکایی 70 ساله از آتلانتا رفته بود اونجا خدمت کنه برای 2 هفته. حالا توی شرایط وحشتناک، من خودم اونجا بودم، چادر و تو اون سرما و تو اون مسائل، و این پیرمرد 70 ساله آمریکایی هر روز میرفت دستشویی‌های اون محل رو میشست، همون آفتابه و شلنگ و اون بوی و اون بو. اصلا یه چیز افتضاحی. حالا من میگم و خودت هم این تجربه رو داشتی. و تمام عزیزان ایرانی هستن تحت تاثیر که یه پیرمرد آمریکایی باید پاشه بیاد اینجا هر روز صبح بیاد دستشویی‌های ما رو بشوره. و این بیشتر تاثیر گذاشت رو اونا تا هر خدمت‌های مهندس و پزشک و پرستار، چون که یه چیزی اصلا واسهشون قابل درک نبود که آمریکایی بیاد مرد 70 ساله بیاد دستشویی‌های ما رو بشوره. خودمون که اصلا نمیتونیم پامون رو توش بذاریم و اصلا چندشمون میشه وارد این محل و این بو و این فضا بشیم، یه آمریکایی قشنگ بیاد هر روز اینا رو واسه ما تمیز بکنه. حالا اینقدر این مثال هم نه تنها عزیزان ایرانی رو که دور ما بودن تحت تاثیر گذاشت، خود ماها که خدمت و محبت کردن میتونه یه چیز خیلی کوچیک باشه. یعنی این چیز خیلی شق القمری نیست. حالا من باید چه شاهکارایی بکنم؟ مثلا حرکت‌های کوچیک که با خیلی اعمال شاید پیش پا افتاده کوچیک ما داریم نشون میدیم که می‌خوایم محبت کنیم. یه تلفن زدن، یه حال احوال پرسیدن، یه کادو گرفتن، یه کمک کوچیک کردن، یه آشپزی کردن، یه لبخند زدن، همه اینها میتونه قسمتی باشه از این محبت کردن به همسایه. خیلی خوبه که
ما بتونیم حق همسایگی رو به جا بیاریم، مثل همین دوستمون که اومده توی بم با اون سن و سال، طبعا آدم تحصیل کرده ای هم بوده و اومده داره توالت های بمیا رو پاک میکنه، تمیز میکنه. شاید خیلی از ماها اصلا چندشمون بشه در طرفش نریم، ولی حق همسایگی رو اون شخص به جا برده. همسایه های اون بمیا، همسایه اون بمی ها اون شخصی بوده که رفته اونها رو محبت کرده و به اونها رسیدگی کرده. شاید خود من اصلا به هم نرفتم، ولی مثلا بگم چند کیلومتری من بوده، ولی اون شخص از هزاران کیلومتر اون بر دنیا اومده و تونسته خدمت کنه. حق همسایگی اون شخص به جا بوده. در حقیقت مطالب دیگه ای هم هست که میخوایم به اونها بپردازیم، و ولی که دوستان ما در استودیو یک برنامه رو آماده کردن که با بینندگان عزیز همراه میشیم. از بینندگان عزیز هم دعوت میکنیم که این برنامه رو که آماده کردن ببینیم، و بعد دوباره برمیگردیم به همین استودیو. منتظر شما عزیزان هستیم. در دنیایی که در آن زندگی میکنیم، سوالهای بیپاسخ بسیاری وجود دارد. سوالاتی که انسان قادر به درک آنها نیست. در این جهان بیکران و پر از شگفتی، عظمت خالقی قادر و بی‌همتا نمایان است. اکنون سوال این است: چطور می‌توان او را شناخت؟ پاسخ سوال‌های شما در برنامه کتاب مقدس پاسخ می‌دهد. بله دوستان عزیز، به استودیو برمیگردیم و سوالات دیگری که شما عزیزان برای ما فرستادید رو یک بار دیگه به اون رجوع میکنیم، ببینیم که چه سوالات دیگه هست. اون سوال اول رو جواب دادیم در بخش قبلی، و میخوایم حالا دو تا سوال دیگه با هم دیگه بخونیم و ببینیم که این سوالات چه هست. برادر ساسان، اولین سوال این هست که چه کار کنم؟ دوست عزیزی فرستاده این ایمیل رو که چه کار کنم که ایمانم از این که هست قوی تر شود و من دنبال معجزه هستم. okay. چه کار کنم؟ حالا چند بخش داره این سوال. okay. چه کار کنم ایمانم قوی تر بشه و من همش دنبال معجزه هستم؟ آره. okay. چه کار کنم؟ okay. باز دوباره چه کار کنم؟ okay. و قسمت بعدی یا سوال دوم این هست که خیلی نزدیک تقریبا نوشته: به عنوان فرزند خدا چه وظایفی داریم؟ بعد توی پرانتز زده که اطاعت را چگونه تعریف میکنیم؟ اوکی. چطوری اطاعت رو تعریف میکنیم؟ خیلی خوب، خیلی خوب. این دو تا سوال رو فعلا ما شروع میکنیم. اوکی. اوکی. روش کار میکنیم. خواهش من یه آیه ای به ذهنم میاد، میخوام با این آیه صحبت رو شروع بکنیم. این صحبت رو مسیح در انجیل یوحنا فصل 15 صحبت تاک رو میکنه. بله. وقتی در من میمونید میتونید روش بکنید. فصل 15 انجیل یوحنا آیه 5 میگه: بله من تاک هستم، شما نیز شاخه های من. هر که در من زندگی کند و من نیز در او زندگی کنم، میوه فراوان میدهد، چون جدا از من هیچ کاری از شما ساخته نیست. تو من بمانید که ثمره بیاری، که رشد کنی، که پربار بشید. حالا میتونیم یه آیه خیلی زیبا و خیلی کلیدی و خیلی مهمی هم هست در رابطه با اینکه چطوری در ایمانم رشد بکنم، ولی خب بعضی وقتا هم باید ملموس‌تر بشه، باید این کانکریت بشه. همینطوری خب در مسیح بمان. خب سوال اینه آقا چطوری بمونم تو مسیح؟ چطوری من شاخم اون تاک بس بمونم؟ چه کارهای عملی میتونیم انجام بدیم که این ارتباط، این انرژی از این تاک وارد این شاخه ها بشه؟ میخوام حالا دوباره پاس بدم به خودت تا حالا چه متدایی رو استفاده کردی توی شاگرد سازی یا کمک کردن به دیگران برای رشد روحانیشون؟ طبعا وقتی که ما یک بار صحبت کردیم در رابطه با تولد تازه، اینکه شخص متولد میشه، یک حیات جدیده و ما از نو متولد میشیم. وقتی شما تصور کنید که یک بچه متولد شده، این بچه میخواد
رشد کنه، بزرگ بشه. چه چیزا این بچه احتیاج داره؟ شیر میخواد. حالا شما بچه داشتی میدونی. شما هم داری قربان دو تا شما هم دیگه الان داری امینتو میگیری. غذای کمکی میخواد، شیر میخواد، داروی تقویتی میخواد، نمیدونم پوشک میخواد، اینو میخواد، اونو میخواد، کلی لباس و اینها. بعد محیط آروم میخواد، یک جای آروم که بتونه استراحت کنه و بتونه رشد تغذیه کنه و رشد کنه. کتاب مقدس به ما میگه که زندگی ما هم احتیاج به تغذیه داره. همطور که جسم ما احتیاج به تغذیه داره، روح ما هم احتیاج به تغذیه داره. ما باید غذای روح خودمون رو ببینیم که چه چیزایی هست. پنج تا نمونه یا پنج تا نکته است که من میتونم، اینم یک روشه، من فقط اشاره میکنم به چیزای خیلی چیزای دیگه باید. هست که برای رشد ما کفایت میکنه و کمک میکنه که ما قوی تر بشیم و بزرگ بشیم. آره ببخشید واسه حرفت. آره من خودم آدمی ام که خیلی تاکید میکنم که یک فرمول و یک روش و یک سیستم نیست، ولی خب بعضی وقتا این روش ها کمک میکنه بالاخره ما از یه جای شروع بکنیم. همینطوری عمومی حرف زدن آخر میمونیم که خب ما باید آخر چی کار بکنیم، ولی وقتی با یه روش شروع میکنیم به ما کمک میکنه پله پله قدم های عملی برداریم. ولی فکر نکنیم که فقط این روش، این پله، این متد. بالاخره زندگی مسیحی یک زندگی با خدا، دست تو دست دادیم و یک سفر عمری رو مثل دوتا دوست با هم شروع کردیم. برای همینه که باید اجازه بدیم روح خدا خودش ما رو هدایت کنه در زندگی. ولی خیلی دوست دارم بشنوم که تو از چه روش یا متدی استفاده کردی برای کمک به دیگران. روشی که من سالها استفاده کردم یه روشه، میتونن روش های مختلفی رو ببینن. این پنج تا اصل بوده یا پنج نکته بوده که ما اول کتاب مقدس رو بخونیم، مطالعه یا تعمق کتاب مقدس، نه فقط خوندن و رد شدن، تعمق کردن، تفکر کردن در کلام خدا و دعا کردن، پاسخگویی به کلام خدا. در رابطه با دعا صحبت کردیم یک جلسه کاملا. اطاعت کردن از اون کلامی که خوندی یا شنیدی خیلی نکته اساسیه که به رشد روحانی ما کمک میکنه. و نکته دیگه شهادت دادنه، که ما بتونیم شهادت بدیم به کاری که کلام خدا تو زندگی من کرده و کاری که خدا در زندگی من شروع کرده و داره من رشد میده. شهادت دادم، من خودم وقتی بارها شهادت دادم خودم بنا شدم، حتی شده توی موقعیت خیلی داغونی بودم از لحاظ روحی دارم میگم، بعد یکی پیدا شده، خدا یکی که گذاشته جلوی من یا سر راه من پیدا شده، کسی که مجبور شدم که یا اون از من پرسیده که تو چطور مسیحی شدی، من مجبور شدم که شهادت زندگیمو بدم. وقتی که شهادت زندگیمو دادم خودم قوی شدم، اصلا تقویت شدم، انرژی گرفتم. نکته بعدی مشارکت هست، که ما در مشارکت با همدیگه هست که میتونیم، شما اشاره کردید که ما میتونیم ساخته بشیم. توی مشارکت هست که ما میتونیم قوی تر بشیم. توی مشارکت برکات خودمون رو میتونیم با همدیگه در میون بذاریم، اون چیزایی که خدا به ما داده میتونیم با همدیگه در میون بگذاریم و اینها هم ما رو موجب بنای شخصیت ما در مسیح میشه. کمک میکنه که ما آروم آروم رشد کنیم. علی اگه ما حساب کنیم یکی از این ستون ها بیفته و نباشه، این چرخه نمیگرده. پس بذار من خودم تکرار کنم، چون خودم دارم از تو میشنوم این رو. برای رشد در ایمان باید در کلام باشیم، نه فقط سریع بخونیم بگیم خب امروز من یه صفحه‌مو خوندم بدوام. تعمق، تعمل، مطالعه عمیق، تفکر در کلام. پس کلام خوندن خیلی تاثیر داره. در دعا باید با خدا در راز و نیاز، این دوستی، این مشارکت، این شیرینی. پله سوم اطاعت بود. اطاعت خیلی به نظر من، میگم این واسه خود من این یکی از کلیدی ترین این پله هاست. ما خیلی وقتا دوست داریم موعظه های شیرین بشنویم، خیلی دوست داریم بریم و واعظ خیلی قشنگ برامون موعظه بکنه. عزیزانی که تو تلویزیون هستن، تو کلیساها، خود بنده خیلی علاقه به کتاب خوندن دارم، دوست داریم بخونیم، یاد بگیریم اطلاعات. ولی هرچی اطلاعات جمع بشه ولی تو عمل و اطاعت خودشو نشون نده، تازه وضعمون میتونه خطرناک‌تر بشه. و
پلیس میگه که چیز معلومات آدمو میتونه مغرور بکنه و اینی که اطاعت خیلی مهمه، که اون آبی که داره وارد ما میشه از یه جای دیگه هم باید جاری بشه، وگرنه همش توی حوض بمونه اون آب میگنده. پس این فقط خوندن و دعا من و خدا با هم رابطه داریم و مشارکت داریم و با هم کیف میکنیم کافی نیست، باید خودشو در اطاعت اون چیزی که خوندیم و عمل کردن اون چیزی که خوندیم نشون بده. پس اطاعت بله. بعد نکته چهارمی که گفتی شهادت دادن بله. که این چیزایی رو که خودمون در زندگی از خدا دریافت کردیم با دیگران هم در میون بذاریم، واسه خودمون فقط نگه نداریم. و پنجمیش مشارکت. و حالا تو قسمت خوب مشارکتشو گفتی، برکتایی گرفتیم با هم در میون میذاریم. من مشارکت رو قسمت بزرگیش هم میبینم که گفتم توی جلسه قبلی، حال همدیگرم میگیریم تو مشارکت ها، چون چند تا انسان گناهکار زیر یه سقف جمع شدن و حالا میخوایم یاد بگیریم که چطوری مثل برادر و خواهر با همدیگه رفتار کنیم. مزهش همینه. ولی توی این مشارکت هاست که ما ساخته میشیم، توی این برخوردها و کانتکت هاست که فرار نکنیم، چون یه جا برخورده، نه اینجا جای من نیست، نه تو همون برخوردها موندنه که ما ساخته میشیم. پس خیلی خیلی مثلا متد خوبیه. حالا این حرفای تو منو به یاد میاره، صحبت کرده بودیم توی هفته های گذشته از یک کتابی به نام Celebration of Disciplines، نویسنده شو انضباط مسیحی. انضباط نه آره انضباط انضباط های مسیحی بود، که انضباط های مسیحی همه اینایی که گفتی و خیلی چیزهای دیگه، نه فقط همین 5 تا. دلیلی که من احساس میکنم که فقط نباید بگیم، البته خود همین 5 تا اطاعت خودش یک عالم ابعاد داره، ولی که دربارش هم صحبت میکنیم تو جلسه بعد، اطاعت بله. یعنی چی؟ ولی اینکه خداوند به ما انضباط‌های مختلفی داده و همه این انضباط‌ها وسیله است برای رشد. همه این انضباط‌ها روش‌هایی که خدا به کلیسا داده برای اینکه ما با اون بیشتر آشنا بشیم. و من شخصا این دوست عزیزی که این سوال رو نوشته، حالا ما نمیخوایم طوری برخورد بکنیم که طرف بنده خدا اصلا بهش بر بخوره که واسه ما سوال فرستاده، ولی من شخصا کسی که میگه من دنبال معجزه هستم فقط، برای من خیلی علامت خطره. امیدوارم به اون شخص عزیز توهین نشده باشه، ولی من همش دنبال معجزه هستم یه حالت فارسی نیمم منفعل میگیم کلمه که فقط من اینجا واستادم تا خدا فقط یه کاری بکنه. نه، من کاری نمیتونم بکنم، فقط خدا باید بیاد معجزه بکنه. مسئولیت رو به گردن خدا میندازه. دقیقاً. ولی و خیلی من یه جمله خیلی جالبی تو کتاب ریچارد فاستر بود، دعا کردن یعنی اینکه ما آماده هستیم عوض بشیم. خیلی وقتا خدا میخواد ما رو عوض کنه، ولی میخواد خودمون بلند شیم و به طرف کمال در مسیح حرکت کنیم. پولس اینو میگه تو فیلیپیان. گذشته رو گذاشتم کنار، دارم میدوام. پولس دائم داره استفاده میکنه از مثالهای دو، مسابقه، جنگ، بوکس، زندگی مسیح. یه زندگی منفعل نیست. خب ما بشینیم منتظر معجزه باشیم. خود مثلا خدایا من با همسرم مشکل دارم، خدایا تو بیا معجزه کن. بعد معمولا اینطوری دعا میکنیم، دل همسرم رو عوض کن. یا خدا بیا دل من عوض کن. عزیز من، ما باید میتونیم یاد بگیریم کارهای عملی انجام بدیم، به همسرمون محبت بکنیم، درکش بکنیم، خدمتش کنیم، بهش گوش بدیم، روی ضعف‌های خودمون کار کنیم، ازدواجمون میتونه خیلی شیرین‌تر بشه. ولی همینطوری بشینیم که فقط خدای معجزه‌ای بکنه، من مخالف معجزه نیستم، خدا قدرتش رو خیلی واضحه، ولی خیلی وقتا خدا میخواد قدرت خودش رو در کارهای ما نشون بده، از طریق ما میخواد معجزه آره. کنه، نه اینکه فقط من بشینم خدا معجزه بکنه تو زندگی. و این سوال برای من یه زنگ خطر میتونه باشه، که کسی که نشسته منتظر معجزه است، کلام خدا میگه نه، تو پاشو شروع کن به اطاعت، تو پاشو شروع کن وقت خوندن این، درک این، وقت گذروندن با خدا، با دیگران خدمت کرد. واسه من خدمت خودش یک وسیله روحانیه، نه فقط مشارکت، در مشارکتمون خدمت کنیم به دیگران، این خودش یکی از وسیله های رشد در زندگی ایمانی هست. خیلی ممنون از توضیحات شما. دوستان عزیز ما یک برنامه دیگه رو تهیه کردن که از بینندگان عزیز هم میخواییم که در اون برنامه، در بخش بعدی بر همین برنامه ما رو همراهی کنن، یک برنامه با هم میبینیم. در همین استودیو منتظر شما عزیزان هستیم.
بله دوستان عزیز، به سوال بعدی میریم و ببینیم که دوست عزیزمون که ایمیل زدن یک سوال دیگه کردن و اون همینه که ما به عنوان فرزند خدا چه وظایفی داریم و فرمودن که اطاعت رو چگونه شما تعریف میکنید. از ساسان عزیز میخوام که برای ما توضیح بدن این رو. با هم صحبتمون رو ادامه میدیم. آیه‌ای که من دوست داشتم بخونیم واسه شروع این صحبت، عیسی مسیح توی انجیل یوحنا فصل 14 خیلی تصویر زیبایی رو به کار میبره. میگه که فصل 14 آیه 21، شب آخر با شاگرداش داره وقتای خیلی خصوصی و صمیمی میذاره. کسی مرا دوست دارد که هرچه میگویم اطاعت کند، و چون مرا دوست دارد پدرم خدا نیز او را دوست خواهد داشت و من نیز او را دوست خواهم داشت و خود را به او نشان خواهم داد. بعد ادامه میده آیه 23، من خود را فقط به کسانی نشان میدهم که مرا دوست میدارند و هرچه میگویم اطاعت میکنند. پدرم خدا نیز ایشان را دوست دارد و ما نزد ایشان آمده با ایشان زندگی خواهیم کرد. اگر کسی مرا دوست نداشته باشد، کلام مرا اطاعت نخواهد کرد. پس این، من حالا اول رفتم سراغ اونی که اطاعت یعنی چی؟ مسیح خودش اطاعت رو خیلی نزدیک میکنه با واقعیت اطاعت و عشق. اگر عاشق منی، از من اطاعت میکنی. اگر از من اطاعت نمیکنی، هر چقدر قربون صدقه بری و سرود بخونی، نشون میدی که تو قلبت که منو دوست نداری. پس این واسه من خیلی مهمه که ما اطاعت رو به عنوان یک وظیفه و بار نگاه نکنیم، کورکورانه باشه. آره، و این حالت وظیفه و رسم و رسوم و آداب و مذهب و نه، اطاعت علامت عشق هست. من یه جمله آگوستین داره، من خیلی این جمله رو دوست دارم، مارتین لوتر هم اینو تکرار میکنه. آگوستین میگن آقا ما چیکار کنیم در زندگی؟ میگه به خدا عشق بورز، هر کاری که میخوای بکنی بکن. حالا به این سوء تفاهم نیست که هر عیاشی، نه، اگر واقعا به خدا عشق میورزی، همون عشق ورزیدن به خدا مانع میشه تو خیلی از کارهای گناهآلود رو انجام بدی. خود عشق خدا باعث میشه که تو رو تو زندگی هدایت بکنه، چه کارهایی رو میتونی انجام بدی و چه کارهایی رو نباید انجام بدی. ما خیلی وقتا سعی میکنیم خیلی پیچیده بکنیم این اطاعت و وظایف من به عنوان یک مسیحی. حالا صحبت میکنیم وظایف اطاعت از دستورات کلام خداست به طور خیلی ساده، و تمام این وظایف که حالا میخوایم یه سریشون خیلی اشانتیونی سری اشاره بکنیم، خود مسیح کل عهد عتیق رو خلاصه میکنه. کل عهد عتیق که خلاصه میشه تو خود ده فرمان، و خود ده فرمان رو مسیح خلاصه میکنه از خود آیات عهد عتیق تو دو فرمان. دستور اول، شما فارسیشو بگو، خداوند خدای خودت رو محبت کن. آره، خدا رو با تمام دل و جان و فکر و قوت خودت محبت کن یا عشق بورز. نکته دوم، همسایه خود رو مثل خیشتن دوست بدار، که درباره همسایه صحبت بخش قبلی بود. پس تمام دستورات خدا اینه که من عاشق خدا باشم و به همسایه‌ام محبت کنم. بقیه‌اش دیگه تفسیره اینه که حالا اینو باید باز کنیم، عاشق خدا بودن حالا یعنی چی، محبت به همسایه یعنی چی. بقیه دستورات و اطاعت ها ریشش این دوتا دستور هست. خواهش میکنم. عیسی مسیح و کلام خدا میبینیم که پر از احکام و دستورات یا جملات امری که حالا در عهد جدید کمتر از عهد عتیق ولیکن داریم، که چطور ما احکام خدا رو حفظ کنیم، احکام مسیح رو به جا بیاریم. ما قانون نداریم، در رابطه قانون صحبت کردید شما، ما روح قانون رو داریم و به ما میگه که چه کار باید بکنیم، ما میدونیم که چی خوبه و چی بده. مشکل ما اینه که نمیتونیم، و خدا در مسیح توسط قدرت روح القدس به ما این قدرت رو میده که ما بتونیم فائق بیایم و این توانایی انجام رو داشته باشیم. یکی از چیزهایی که عیسی مسیح به ما حکم میکنه در متی فصل 28 آیات 18 به بعد هست، که میگه برید شاگرد بسازید. آیه رو بخونم بهتره؟ آره، آیه رو بخون. پس رفته همه امت ها رو شاگرد سازید و ایشان رو به اسم اب و ابن و روح القدس تعمید دهید و ایشان رو تعلیم دهید تا همه اموری را که به شما سپردم حفظ کنند، و اینک من تا انقضای عالم همراه شما هستم. با وعده. یکی از احکام اینه که بریم شاگردسازی کنیم، یعنی که بریم مردم رو برای
عیسی مسیح سید کنیم. ولی حالا این خیلی واسم جالب بود، این آیه رو اشاره کردی. به این آیه اگر دقت بکنیم، این بر طبق انجیل متی آخرین دستور مسیح بشاره داد. فرمان بزرگ. آخرین فرمان مسیح چیه؟ میگه که آیه 20، به ایشان تعلیم دهید، بعد از شاگرد سازی و تعمید و این چیزا، تعلیم هم به ایشان، نه تعلیم دهید که چی؟ که تمام دستوراتی را که به شما دادم اطاعت کنند. یعنی آخرین دستورش اینه، تمام دستورات من را انجام بده. یعنی این آخریش دیگه اون چیز میکنه، مارک میکنه، آقا آخرین دستور اینه که همه دستورات رو اطاعت بکنه، همه تعالیم رو اطاعت بکنه. این یه کتابی من آوردم اینجا، کتابم تازه چاپ شده و توی آمریکا هم یه جایزه گرفته. نویسندش نویسنده خیلی مشهوریه به نام جان پایپر، کشیشیه در آمریکا و خیلی محبوبه، خیلی نویسنده هم هست. یه کتابی تازگی ایشون نوشته به نام What Jesus Demands from the World، مسیح به دنیا چه دستوری میده و از دنیا چه توقعی داره. و کتابش خیلی جالبه، تمام کلمات فعل امری رو، کلمات امری میگی، تمام کلمات امری رو که در اناجیل از مسیح نقل شده همه‌شو جمع‌آوری میکنه، همه رو خلاصه میکنه و تمام دستورات مسیح رو توی 50 تا به نظرم توی 50 تا فصل مطرح میکنه. یعنی ما تمام دستورات انجیل رو اگر جمع‌آوری کنیم، البته ما صحبتمون این نیست که اینو مسیح گفته، اینو پولس گفته، اینو پتروس گفته، اون بالاتره، نه، همه کلام خدا الهامه و همه دستوراتش از طرف خداست، نه فقط جملاتی که مسیح گفته. شاگردان مسیح هم روح مسیح رو گرفتن و از طرف اون به ما دارن تعلیم میدن. ولی این که فقط به عنوان دوباره این متد، یه نمونه که حالا صحبت این دستورات رو که میکنیم و من فقط دارم خلاصه میخوام بکنم، مثلا شروع میکنه دستور اول، حالا میگم اینم رده بندی خود این نویسنده است، باید تولد دوباره داشته باشی، توبه بکنی، نزد من بیایی، به من ایمان داشته باشی. اینا خب دستوراتی که داره به دنیا میده که بیان به طرف مسیح. بعد من رو محبت کنی، به من گوش بدی، در من بمانی، خدا رو با تمام دل و جان و قوت و فکر خودت محبت کنی، شاد باشی در مشکلات و خیلی چیزای دیگه، خودت رو فروتن بکنی، درباره نگران نباشی، در دستوره که نگران نباشی، درباره نگرانی ما سوال داریم از عزیزان، دستوره که عصبانی نباشی، دستوره که اراده خدا رو انجام بدی، دستوراتی درباره نه فقط به همسایه خودت، به دشمن خودت باید محبت بکنی. و خیلی و این چیز جالبیه، خیلی کتاب جالبیه، خیلی کتاب که کمک میکنه به رشد روحانی. ببخشید من دوباره وسط حرفت رو پریدم، ولی اینکه بله، دستورات مسیح رو باید اطاعت کرد، ولی نه فقط مسیح، تمام تعالیم کلام خدا رو. و یه نکته دیگه که شاید اشتباه بشه یا سوء تفاهم بشه برای عزیزان، گروهایی رو میشناسم که میگن که خب این دستورات مال اون موقع بوده، حالا سوا این که میگن حالا این مال پولس بوده یا مال مسیح بوده یا مال پتروس، به دهی هم میگن خب این مال اون موقع بوده، ما الان اینو به درد من نمیخوره، مال اون زمان بوده. اینو چطور شما باش برخورد؟ بله بله، خب خود عیسی مسیح که میگه این تا انقضای عالم با شما این تعالیم رو انجام بده. یعنی این حالا اینجا یه موضوعه، بعضی از دستورات هست که یه اصلی پشتش، مهمی نیست که تو اون چارچوب فرهنگی حتما ما بدون دستور انجام بدیم. مثالی که من همیشه میارم، کتاب مقدس چندین تا آیه داره تو عهد جدید، یکدیگر را با بوس مقدس ببوسید. فارسی همینو میگه، به بوسه مقدسانه یکدیگر را ببوسید. ببوسید. حالا تو آمریکا تحیت گویید میگه. اوکی. حالا ما تو آمریکا آقایون همدیگر، تو ایران همدیگر رو میبوسیم، هیچ مشکلی نیست. بنده تو آمریکا بخوام شروع کنم به بوسیدن آقایون تو کلیسای آمریکایی، مشکل پیدا میشه. حالا صحبت اینه که دستور این، آیا دستور کتاب مقدس اینه که حتما باید همه همدیگر رو ببوسن، یا دستور اینه که بوسیدن علامت محبت کردنه، بوسیدن علامت دوستی و مشارکته. یعنی میخوام بگم یه سری باید با عقل سلیممون بگیم آقا این دستور، این جمله‌ای که نوشته شده، آیا منظور فقط اطاعت این جمله است یا اینکه اصل این مطلب چیه؟ ولی کتاب مقدس خیلی واضح میگه که اصل تعالیم دستورات کتاب مقدس برای همه ما انسان هاست، چون خدا خالق ماست و خدا. و یه نکته خیلی مهمی رو دوباره تو مطرح کردی اینجا، وقتمون هم داره تموم میشه، دستورات خدا چیز نیست، به انگلیسی میگیم random، همینطوری یه دستور اینجا، یه دستور اینجا، یه دستور اینجا. دستورات کتاب مقدس بر طبق شخصیت مقدس خود خداست.
و دستورات کلام خدا اینه که شخصیت مقدس خدا در من تو شکل بگیره. پس این دیگه ربطی به این فرهنگ و اون زمان و اون مکان نداره. ما در شباهت خدا آفریده شدیم، از خدا دور شدیم به خاطر گناهان خودمون، و حالا از طریق اطاعت از کلام خدا به آغوش خدا داریم اجازه میدیم خدا ما رو شکل بده. این جوابی بود که میخواستم به این موضوع. مرسی. میتونم بگم که اضافه کنم که خدا در اصل میتونه با این احکامی که ببخشید، با این احکام یا دستوراتی که به ما داده، داره خودش رو به ما معرفی میکنه که چه شخصیتی داره و میخواد که ما چطور باشیم. دعوت ما همین دقیقاً. و اینی که میگم مثلا خیلی مهمه، خیلی مسئله مهمه که اطاعت یه چیزی که یه حالته میگم همین این دین و این اجبار و من باید این کار رو بکنم. به نظر من واقعا اگه به عمق تعالیم کتاب مقدس نگاه کنیم، اطاعت از خدا باعث شکوفا شدن انسانیت خود منه. این خیلی موضوع مهمیه. وقتی من دستورات مسیح رو انجام میدم، دارم بر طبق اونطوری زندگی میکنم که خدا منو ساخته. وقتی میگه محبت کن، همسایت رو محبت کن، دشمنت رو محبت کن، تو فروتن بشو، دیگران رو از خود بهتر بدون. من حالا شاید زورم بیاد به خاطر نفس گناه آلودم این کارو بکنم، ولی وقتی این کارو میکنمم که دارم واقعا شبیه مسیح میشم و دارم در انسانیت خودم شکوفا میشم. همینطوره که شخصیت ما در مسیح شکل میگیره و بیشتر شبیه عیسی مسیح میشه. ما خدا هم نقشش همینه برای ما. در اطاعت برکت هست، قوت هست و بنای شخصیتی ما هست. خیلی ممنون از توضیحاتتون. این بخش داره به پایان میرسه، وقتمون کمه. از دوستان عزیز بیننده متشکریم برای سوالاتی که برای ما میفرستید. برای این برنامه ایمیل های خودتون رو بفرستید، هر سوالی که براتون پیش میاد سواله بفرستید و ما سعی میکنیم که در این برنامه ها به این سوالات شما پاسخ بدیم. در برنامه های آینده منتظر شما عزیزان هستیم. خداوند یار و نگهدار شما عزیزان باد.